بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند مهربانی که زمین و آسمان را آفرید و مسخر ما گردانید تا در این دنیا زندگی کنیم، انشاءالله بهره هم ببریم و بهترین بهره و استفاده را ببریم در راه رسیدن به کمال مطلوب خودمان. بینندگان عزیز محترم، شما برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. بسیار خرسند و خوشبخت هستیم که شما عزیزان یک بار دیگر تلویزیون جهانی هادی و برنامه خودتان را انتخاب کردید برای دیدن و انشاءالله استفاده کردن. همچون روزهای شنبه دیگر، همچون دیگر آغاز هفته، مهمان محترم برنامه ما خانم حسینی روانشناس بالینی هستند. قبل از آغاز گفتگو اجازه بدین یک سلامی هم با مهمان خوبمان داشته باشم. سلام علیکم خانم حسینی. بسیار جزا خوشم. رحمان الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. انشاءالله که آغاز هفته پر از شور و هیجان و اتفاقات خوب باشه برای همه. انشاءالله قدم به دعای خیر شما خانم حسینی جان. حتما همین رقم خواهد بود. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه، حتما به خاطر بسپارید. سعی کنید که انشالله با ما در تماس شوید. اگر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه اگر داشتید، ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم و از انتقادات شما عزیزان در جهت بهبود برنامه انشالله قطعا استفاده میکنیم. و همچنان سوالات شما عزیزان، اگر که سوالات مختلفی در مورد موضوعات مختلف تربیتی دارید، اگر که کدام سوال از کارشناس امروز برنامه خانم حسینی روانشناس بالینی دارید با که مرتبط به موضوعاتی باشه که خانم حسینی مطرح میکنن، حتما سعی میشه که در همین برنامه سوال شما عزیزان مطرح شه و انشالله به پاسخ سوال خودتان برسید. برنامه از طریق اینترنت هم به صورت زنده و لایو پخش میشه از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی. میتونید برنامه رو ببینید و همچنان برنامه گذشته از طریق اینترنت، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی، فضاهای دیگه مجازی مثل یوتیوب و آپارات میتونید ببینید و انشالله دنبال بکنید و استفاده هم بکنید. اما موضوعی که در روزهای شنبه مطرح میشه، کارشناس محترم خانم حسینی در خدمت ایشان هستیم، موضوع کودکان استثنایی است. و امروز هم خانم حسینی برای ما و بینندگان ما چی دارید؟ امروز در مورد کودکان فلج مغزی میخوایم صحبت کنیم. کودکان فلج مغزی همطور که از نامش پیداست، یعنی یک نقص در مغز، و فلج هم یعنی حرکاتی که غیر طبیعی باشه، حرکاتی که دچار مشکل باشه. این اطفال دچار فلج مغزی میشه، عدم تعادل دارن، نمیتونن درست راه برن، نمیتونن حرکت داشته باشن و غیر ارادی است حرکاتشون. بسیار توی راه یعنی رفت تمام اولین حرکتشون، راه رفتنشون بسیار تمام حرکتشون، دست و پا هم همزمان دستشون غیر ارادی میشه، هم پایشون یا پایشون در هم پیج میخورن، درست قدم نمیتونن راه بذارن، حتی گردنشون، گپ زدنشون هم بسیار مشکل داره که در علایمش ذکر میکنیم. پس این میشه عدم حتی ارتباط با دیگران نمیتونن به درستی برقرار بکنن، به خاطر همون عدم ارتباط چشمی دارن. و این اطفال مثل کودکان عادی میتونه از بهره هوش عادی برخوردار باشه، اما بسیار متفاوته. ما نمیتونیم بگیم که تمام کودکان فلج مغزی در یک رقم هستن، هر کدام اینا متفاوتن و از خفیف دارن، متوسط دارن و شدید. خفیفش که خب نیاز به کاردرمانی دارن، با رسیدگی میشه از کیفیت زندگی مطلوب تر برخوردار شه، و متوسطش هم همین رقم، اما شدیدش متاسفانه در حد ایزولایف است، در تخت خوابیده است و نیاز به مراقبت همیشگی از هر لحاظ داره، مثل یک طفل نوزاد طول عمرش داره. گفتیم ما با یک مادر آشنا بودیم که طفل 21 ساله داره که کلن این فلج مغزی شدید است که مثل یک نوزاد به این رسیدگی میشه. از خوراک، از پوشاک، خب علتش هم میگیم، یکی از علتاش ایست که طفل ما نارس است. موقع تولد، موقع بارداری، مادر دچار یک سری عفونت هایی بوده که رسیدگی نشده، به خاطر همین میگیم مادرها
بسیار و خانواده ها یک زنی که تصمیم به بارداری داره بسیار باید از هر لحاظ مراقب سلامت جسم روح و روان این مادر باشه. مادر ممکن دچار یک سری از عفونت ها باشه که این میتونه این تاثیر خودش داشته باشه، میتونه مادر دچار سرخچه باشه یک از بی عفونت ها و بیماری ها، باز هم میتونه به طفلش ایره منتقل بکنه و ای که علت اصلیش همین میتونه باشه که مغزی که در حال رشد توقف میکنه، اون مغز میمانه، خصوصا این مغز میشه انگار قسمت ثانویش این میشه که طفل رشد تمام اعضای بدن خود داره، این تعادلش سری خب مغز هر کدام حرکات مغز خب میتونه هر کدامش یکی مثلا فرمان دست میده، یکی غذا خوردن، گپ زدن، پلک زدن، تمام اعضای ما خب مغز فرمان دست و هر کدام دستور میده. در این قسمت که میرسه این مغز در حال رشد بوده که در این قسمت تعادل میرسه این رشد متوقف میشه، ناقص میشه، همون قسمت تعادلشه. پس یعنی جان ای طفل کاملا طبیعی است، اعضای بدنش کاملا طبیعی است، حتی ممکن که مغزش هم طبیعی باشه، اما مغزش هم ارتباطی که مغز همون ارتباطی داره که مغز میخوای فرمان بده که من درست را برم، من تعادل داشته باشم و کنترل داشته باشم، این قسمت مغز دچار نقص میشه و این علت اصلیش که همین توقف میمونه. ولی خب بقیه اعضاست، پس یکی نارس بودن نوزاد و ای که گاهی نوزادا بسیار کم وزنه، کمتر از 2.5 کیلو، حتی 1.5 کیلو، 1 کیلو مو طفل داشتیم، خب در دستگاه نگهداری میشه، این هم احتمال بسیار زیاد داره که دچار فلج مغزی شوه یا اطفال. یعنی وقتی که خانم حسینی این طفل در شکم مادرش است، درست است وقتی چون به دنیا آمده با وزن کم به دنیا آمده، ممکنه که او اتصالات مغزش از کار بیفته، از کار بیفته موقعی که چون وزنش بسیار کم بوده، و این که یک از علتهای بسیار مهمش میتونه باشه که خون و فراورده های مغزی خصوصا اکسیژن به مغز طفل نمیرسه. ممکنه در جنین کاملا سالم باشه در رحم مادر، حین تولد موقع زایمان دچار یک نقص شد. بسیاری از اطفال ما مادر دوران بارداری بسیار ایمنی را سپری کرده، تحت نظر پزشکم بوده، اما متاسفانه در شفاخانه و موقع زایمان اکسیژن در مغز طفل نرسیده و این هم میتونه همین اتفاق برای طفل بیفته و دچار فلج مغزی شوه. بله خانم حسینی، این راست است که ما و یک جای رفتم، یک خانم بود که در خانهشون یک طفلشون همین رقم بود که شما فرمودید و این طفل حتی مثلا نمیتونست که بروی زن بغلطه، یا دیگه با یک تلاش بسیار زیادی میکرد که خود از این طرف بله. خانه در اون طرف میغلطان، بسیار برش سخت بود. بعد مادر این طفل میگفت که این طفل ما وقتی که به دنیا آمد کاملا سالم، کاملا طبیعی بود، باز وقتی که تب کرد من ایره در شفاخانه بردم پیچکاری کرد، بعد از او دکتر نمیفهمم که چه کار کرد، آیا پیچکاری اشتباه کرد نکرد، کدام دارو را اشتباه برای این زد و طفل ما رقم شد. میشه که بله بخاطر بله موشن. بله یک از علتاش هم ایست که قبل از 3 سالگی، یعنی طفل از موقعی که به دنیا میاد شاید بسیار سالم متولد شد تا زمان که به 3 سالگی برسه، گاهی دیدیم که اطفال نباید تب بکنه و تب اطفال در هر شرایطی باید تب طفل پایین بیاریم. بله. اگر پایینه رو یا دچار تشنج میشه و او تشنج چون از سیستم مغزیست آسیب به مغز میزنه متاسفانه و این هم میتونه یک از علتهایش باشه. پس منظور من ایست که پس او پیچکاری نمیتونه علت باشه؟ پیچکاری نمیتونه، نه ای تب است، ای تب است و تشنج است. وقتی طفل خیلی زیاد تب بکنه و دمای تبش پایین نیایه با هر روشی، خب تشنج میکنه و تشنج بکنه آسیب به مغز میرسه. به خاطر همین میگه طفل بسیار باید مراقب باشیم که در طفولیت تشنج نکنه. اگر تشنج کنه، اگر تشنج بکنه یه احتمالش وجود داره که دچار فلج مغزی شده و این طفل هم تب و تشنجش باعث فلجی شده بوده و نه دکترها را خب نمیتونیم بگیم بله. که در کارشون مهارت را دارن انشاءالله. خب علائم و نشانه ها رو ذکر بکنیم، اگر همکاران تصاویر رو پخش بکنن که همزمان ببینن که یه اطفال از لحاظ دست و پا بسیار مشکل دارن، گاه مفاصل و پاهای بسیار به خاطر که هیچ تحرکی نداره و هیچ حرکتی ندارن ممکنه بسیار باریکتر باشه، ضعیفتر باشه.
پس که بدنشان خانم حسینی سست است و است و گوی حتی گوش نداره و روی استخوانهایشان هیچ گوش نداره، بسیار لاغر و بسیار لاغر میشه. بله به خاطر است که حرکت نمیکنه، نه به خاطر اینکه جانشون مشکل داشته. بله اگر طفلی از هر لحاظی که والدین بفهمن و رسیدگی بله. بشه میتونه عضلاتش کار شود. بله تصاویرم خانم حسینی پخش میشه همزمان بله. با ترتیب تصاویر از شماره یک آره پخش میشه که همزمان ببینن که ما علائم و نشانه ها رو میخواستیم بگیم که از طفولیت دیگه قابل مشاهده است. این فلج اطفال خب این وقتی که تصاویر رو نگاه میکنیم باز به ذهن من میرسه که فکر میکنم به نسبت دیگه نمی بیماری هایی که اطفال استثنایی دارن این بیماری نسبتا شیوع بیشتری داره. بسیار شیوع بیشتری. من خود من چند نفر را در اقارب آشنایان میشناسم که طفلی رقم دارن. پس فکر میکنم یک بیماری نسبتاً شایع است بیوجه بله. در بین مردم از ما. بله من میخواستم ذکر بکنم و از هر 323 تولدی که اتفاق میافته یک نفرشون مبتلا به فلج مغزی است متاسفانه. بله. طول عمرشون هم من همینجا ذکر بکنم قبل از علائم و نشانه ها، طول عمر یه اطفال گفتیم اگر خفیف باشه از 20 سالگی شروع میشه تا 80% در 58 سالگی میرسن طول عمرشون، اما اگر یه اطفال شدید باشه متاسفانه 40% یه اطفال فال تا 20 سالگی بیشتر نمیرسن. خیلی مراقبت بشه که تا 25 سال و 30 سال از هر لحاظ بهش رسیدگی شه تا 30 سال عمر میکنه و متوسطش هم که از چه خاطر؟ چون بدنشان زیاد ضعیف میشه دیگه، زیاد ضعیف میشه. باز قسمت راهکارها میگیم که چقدر بله. باز هم خانواده نقش مؤثر داره بله. در طول عمر یه عزیزان. خب خانم حسینی عزیز اجازه بدن یک میان برنامه بله. رو ببینیم، باز بعد از در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز محترم اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید همین الان هم میتونید از طریق شماره تماسی که زیر نویس میشه با ما در ارتباط شوید و سوالات خودتون رو روان بکنید. یک من برنامه رو ببینیم و برگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد ومحمد المهدي خب بینندگان عزیز و محترم همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. میان برنامه هم که دیدید حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام در مورد تربیت اطفال بود که در هنگام تربیت باید که با طفل کودکانه رفتار بکنیم، ولی مسئله ایست که همونطور که ما نسبت به تربیت طفلمان نگران هستیم و حقیقتا باید باشیم و حساس باشیم، نسبت به سلامت جسم طفلمان هم باید حساس باشیم. خانم حسینی کارشناس محترم برنامه روانشناس بالینی در مورد موضوع کودکان استثنایی و در این برنامه در مورد اختصاصا فلج مغزی اطفال صحبت میکنن. خانم حسینی یک بیماری بسیار سخت است از لحاظ جسمی. پدر و مادر وقتی که اولاد دار میشن قبل از تربیت اول به جسم و جان طفل توجه میکنن که سالم باشه. من حتی یادم است که مادرم وقتی که در خانه ما یک طفل پیدا میشد اول از همه انگشتان دیست و پایش شمار میکرد که سالم باشه، مثلا انگشت کم اضافه نداشته باشه. بله. یک دغدغه و دلنگرانی اساسی است برای والدین. خانم حسین یک پدر یک مادر اولاد دار میشه از کجا تشخیص بده که طفلش ممکنه خدای نکرده مبتلا به فلج مغزی بشه؟ اصلا اول معلوم میشه نشانه هایی داره از همون اول طفولیت یا ای که نه به مرور ایجاد میشه و یا ای که اگر نشانه داره چیسته؟ بله گفتیم وقتی که والدین اولاددار میشه خوبی مسلم است که منتظر شور و هیجان با یک طفلی که بسیار آگاه باشه. خب باز هم والدین باید
کلن مسلمن من میگم نیاز به گفتن نیست که تمام والدین بسیار دقیق هستن در حرکات، رفتار و طفل خود و بله. لذت میبرن بله. از تماشا بله. کردنشون. خب میگیم که از بعد و تولد تا 3 ماهگی والدین باید ببینن، مشاهده بکنن، ببینن که این اطفال چه رقم است. خب این اطفال فلج مغزی از موقعی که به دنیا میان تا 3 ماهگی کنترل عضلاتشون بسیار کند است، در صورت که طفل هید ما میگیم تکان نمیخوره، بسیار دیر تکان میخوره و بسیار کند هست. خب مسلمن اطفالی که متولد میشه حداقل من یک ماهاش میبینی میخندن، لبخند میزنن، به هر حال دستای خود دستای خود تکان میده و این اطفال تا 3 ماهگی که قادر نیست دست خود تکان بده، قادر نیست پای خود تکان بده و گردن خود در سمت راست و چپ بچرخونه. خب این یک موردش میشه که باید والدین دقت بیشتری داشته باشه و حساس شه. یکی اطفال حساسیت به نور و صدا دارن، یک واکنش نشان میدن. اگر خیلی من میگم سر صدای زیادی باشه شاید تندخو شوه، شاید بسیار گریه بکنن، یا یعنی حالت اطفال عادی حساستر هستن، حساستر هستن. حالا در یک گپ زدنی ممکنه حساستر باشه و ای که مشکل در حرکات چشم داره. خب گفتیم یک طفل که به دنیا میاد، خب اولین ارتباطش من میگم ارتباط چشمیه. چرا؟ چون که از کلام نمیتونه استفاده بکنه، پلک میزنه، میخنده، ولی این اطفال نمیتونه از حرکات چشمش به درستی استفاده نمیتونه و باید دقت داشته باشه والدین. این باز از 3 ماهگی تا 6 ماهگی هم این مشکل ارتباطی داره، نمیتونه او لبخند از طریق لبخند، از طریق او قانقون کردن، به هر حال اطفال یک ادای در میارن، نمیتونه متاسفانه. و ای که آبریزش دهن داره این اطفال، خصوصا اطفالی که متوسط و شدید باشه کلن نمیتونن. من خب یک شاگردی داشتم که 35 سالش بود، متوسط سی پی بود، این آب دهنش نمیتونست نگه داره، همیشه یک دستمال بسیار کلان مادرش در گردنش آویزان کرده بود و مشکل در بل داشت، در خوردن، در قورت دادن، به خاطر مشکلات ریوی که دارن. بعد رفلکس معده دارن، هر از گاهی باد معده بسیار شدید داره. ای علائم والدین میتونن بسیار دقت داشته باشن و از در غلط زدن هم مشکل داره. میبینیم اطفال 3 ماهه 4 ماهه 6 5 ماهه که میتونن سینه خیز برن، این اطفال قادر نیستن که خودشون از این طرف به این طرف پهلو بغلطانن متاسفانه. و ای که از 6 ماهگی تا 1 سالگی باز هم میخوای حرکت بکنن میفتن، تعادل ندارن، احساس میکنه پای ای سوسته یا بسیار ضعیف و ناتوان هست که نمیتونه روی 2 پا وایسته یا استاده شوه. پس یک از علائمش میتونه باشه. و ای که اطفال در 1 سالگی رسته نمیتونه یک شی رو در دستشون بگیره، یا پای خود یک چیز رو، خب به هر حال یک چیز رو میتونن ای طرف او طرف با پا حرکت بدن، این قادر نیستن، نمیتونن یک شی رو بگیرن یا حرکات دست بالا و پایین داشته باشه. تا 1 سالگی این مورد داره و همچنین مشکل در بل داره. از 1 سالگی تا 2 سالگی والدین میفهمه، خب وقتی بچه 2 ساله شد که باید راه بره، یک قدمی بله. که برداره، این اطفال قادر نیستن که حرکت داشته، قل زدن شاید امید میشه، قل زدن شاید یاد گرفته باشه، سینه خیز کردن شاید تا این سن یاد گرفته باشه، اما متاسفانه او تعادل نداره که روی 2 پا حرکت بکنه و مانند اطفال دیگر شادکنان راه بره. و ای که مشکل ارتباط کلامیش در 2 سالگی فهمیده میشه. به هر حال طفل تا 2 ساله حداقل میگن 250 کلمه باید بتونه گپ بزنه و این اطفال قادر نیستن، گپ میزنن بسیار کم. بازی میگفتیم بستگی در او شرایط خفیف بودن و متوسط و شدیدش داره. خب شدید باشه که او گفتیم بحثش جداست که کلن طفل روی تخت هست و هیچ حرکتی نداره. ممکنه خانم حسینی اونقدر علائم ضعیف باشه که پدر و مادر اد متوجه نشوند که طفل بله، مشکل داره. بله ممکنه ضعیف باشه و دقت نشوه یا توجه نشوه، میتونه خفیفش باشه که کودک
در حال رشد در سن 11 12 13 سالگی میرسه، کم کمی از حرکاتش میمانه، از اینکه زود خسته میشه، پایش زود تو ناتوان میشه و دیگه کم کم دیگه رو به فلجی میره و اکثری اطفال میبینیم که بیلچر دارن یا چرخهای مخصوص دارن و حتما با یک کمک وسیله میتونن را برن. متاسفانه این راه گشتن نمیتونن. نه بسیار سخته، بسیار سخته. خانم حسینی، همه ی اطفال شما فرمودید که از لحاظ مغزی مشکل ندارن، یا نمی مشکل مغزی هم ممکنه داشته باشن؟ این مشکل یک از علامش ایست که این اطفال به مرور که در حال رشد هستن توی یادگیری مشکل پیدا میکنن، توی فراگیری، توی درس خواندن میتونن تا درس رو بخونن، منتها ای توانش هر روز ضعیف‌تر میشه. بازم گفتیم بستگی به رسیدگی داره که ایره گفتن ای طفل هم میتونه همزمان که داره طول عمرش رو طی میکنه میتونه وضعیتش شدیدتر شوه یا بهبود پیدا بکنه. یعنی بهبود هم پیدا میتونه؟ بله، بهبود نه ای که قادر باشه راه بره، همی که از یک کیفیت زندگی مطلوب تر برخوردار باشه، بتونه کارهای شخصی خود انجام بده، بتونه تحصیل داشته باشه، او رسیدگی نیاز داره که در قسمت راهکارها باز عرض میکنیم. چون خانم حسینی بسیار مثلا مهم است که چون اکثری اطفال را خانم حسینی ما فکر میکنیم که خب این احتمالا مشکل مغزی هم داره، شد اد نفامه، یک زندگی کاملا زندگی گیاهی داره، همینقدر که نانش جور کنیم برش بدیم کفایت میکنه، ولی خب او شدیدش باشه که... شدید باشه که او بسی جداست، فقط میمونه خفیف و متوسط. خفیف و خفیفیش که بسیار رو بر رشده، حتی با کاردرمانی های بسیار درست و به موقع قادر هستن که مسیر رو خودشون راه برن، یا حالا با ویلچر باشه یا حتی بدون ویلچر همزمان میتونه از یک زندگی مطلوب تر برخوردار باشه. متوسطش هم همچنین، به شرطی که گفتیم این اطفال رسیدگی شوه از هر لحاظ. ارتباط خانم حسینی وجود داره بین شدت مشکل جسمی با شدت مشکل ذهنی؟ یعنی مثلا من میگم میشه یه حالت تصور کرد که از لحاظ جسمی مشکل این طفل بسیار زیاد باشه، ولی از لحاظ ذهنی مثلا هوش متوسط رو به بالا یا حتی هوش بسیار زیاد داشته باشه؟ هوش بسیار زیادش که نه، ولی رو به متوسط و نرمال و طبیعی رو ای اطفال دارن، مگر اینکه تو یک شرایط خاصی باز اطفالی هست که دچار یک سندروم دیگه هم هست که مشکل عقب ماندگی ذهنی داره، بازم این فلج مغزی هم اضافه میشه. متاسفانه این موارد هم وجود دارد، اما مختص ای که فلج اطفال ما از بهره هوشی طبیعی برخوردارم، منتها به مرور زمان که از لحاظ جسمی ضعیف میشه، ای در مسائل یادگیری هم کمی کنتر عمل میکنن. متاسفانه بالاخره جسم هم بله تاثیر میذاره. او از لحاظ ای که ای از عوارض ای اطفال ایست که به خاطر شرایط جسمیشون، به خاطر شرایط وضعیت بدنیشون رو به افسردگی میرن، رو به استراب و ترس رو تجربه میکنن و ای که منزوی میشن. خب معمولا هم بسیار مشکله، مگرم که او خانواده ها واقعا بسیار اهمیت در اوضای روحی و روانی اطفال بده و این اطفال وارد اجتماع بکنن. همین سختیش هم خانم حسینی همیست که خب این وقتی که ذهنش کاملا طبیعی باشه مشکلات خود ببینه کاملا درک میکنه. بله کاملا یک نفر دیگه اگر ذهنش نکشه بیماری دیگه داشته باشن شاید نفهمه، کمتر بفهمه. خب بسیار سخت، وگرنه که بسیار گفتیم. من از خاطره که دارم از شاگردم که متوسط هم بود، گفتم قادر نبود حتی آب دهانش نگه داره. این طفل تانست در 2 سال کلاس سوم خلاص بکنه، صنف 3 و یادگیریش فوق‌العاده خوب بود. یعنی از احساس میکردم هوش بسیار خوبی داره، منتها ارتباط کلامی نداشت، از طریق چشم ارتباط در میکرد و ای که از لحاظ شنوایی اگر مشکلی نداشته باشه و رسیدگی شود که ممکنه در از عوارض دچار مشکلات شنوایی و بینایی و ناراحتی های معده و کلیه هم شود به مرور، اما اگر رسیدگی پزشکی شود میتونه همین طفل با این وضعیت
میگم تحصیلات ابتدایی رو بخونم و با همون که حرکات دست این طفل که بسیار سخت بود قلم رو به سختی میگرفت میتونست بنویسه. من بسیار دوست میدارم که در مورد راهکارها و درمانهای در واقع حمایتهایی که ما میتونیم از این اطفال داشته باشیم صحبت بکنیم، اما بعد از یک میان برنامه اگر اجازه بفرمایید بینندگان عزیز و محترم، بعد از میان برنامه برمیگردیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم و سلام خدمت شما عزیزانی که نو به جمع بینندگان ما پیوستید. عزیزان و بزرگواران، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. موضوع گفتگوی امروز ما با کارشناس محترم خانم رقیه حسینی روانشناس بالینی کودکان فلج مغزی است. خانم حسینی، فلج مغزی یکی از بیماری های بسیار سخت است، چه برای پدر و مادر وقتی که طفل خودش مشاهده می‌کنه، چه برای خود فرد. به ویژه ای که ما شما فرمودید که ممکن از لحاظ بهره هوشی متوسط و یا عادی باشه، ولی از لحاظ جسمی خب مشکلات جسمی بسیار زیاد. حتی یک طفلی باشه که قلم به دست نتونه بگیره، یک مثلا قاشق یک چنگال به دست گرفته نتونه، یک نان درست نتونه بخوره، بسیار سخت هست. و به ویژه ای که در جامعه تصور جامعه از دیدن چنین فردی است که دیگه کاملا مشکل داره، بد هیچ نمیفهمه و رفتاری که جامعه با او میکنه مثل یک فرد عاقل و عادی که ممکنه درکش کاملا عادی و حتی عالی باشه نیست، ممکنه با او مثل یک طفل یک نفری که نمیفهمه رفتار میکنه. خب پس قطعا عوارض و مشکلات بسیار زیادی را هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی برای اون فرد و برای خانوادهش دارم. در این قسمت برنامه خانم حسینی در مورد راهکارهایی که وجود داره برای بهبود زندگی فرد صحبت کنید. در قدم اول آیا راهکاری برای درمان و یا پیشگیری وجود داره یا نه؟ باز ادامه راهکار. برای پیشگیری که متاسفانه حتی پزشکان هم گفتن ما نمیتونیم تشخیص بدیم، در یک درصد بسیار کمی متخصص مغز و اعصاب شاید بتونن با علم روز تشخیص بدن، منتها قادر به تشخیص نیست که یعنی در شکم مادر معلوم نمیشه که این فرد مشکل داره. بعد حتما به دنیا بیای او چند متر شد؟ بله متاسفانه بسیار این رو، مگرم که باز هم هر چیزی احتمال داره، انشالله که در آینده شاید علم اقدر رشد بکنه که بتونه این رو بفهمن که اکثرا بله و درمان بکنن. خب درمان قطعی برای اطفال وجود نداره، گفتیم اگر شدید باشه که قضیهش جداست که او همون طفل است، منتها طول عمر خودش رو داره، همون هوش و حواس خودش رو داره، ولی هیچ حرکتی قادر نیست. همین اطفال هم اگر رسیدگی شود طول عمر بسیار مفیدتری خواهند داشت. ای که از لحاظ روحی میتونن بسیار به این اطفالی که شدید هستن رسیدگی شود، همون مهر و محبت، همون پذیرش، همون عزت نفس، همون گفتار درمانی یک از راهکارها گفتار درمانی، چرا که من میگم اولین ارتباط همه انسان‌ها از
زبان هست، بله ارتباط کلامی است، پس این تقویت شوه. این گفتار درمانی خب اگر نیاز به پیشرفته تر فکر بکنیم که خب یک کار درمان میخواد، یک روانشناس میخواد، اما خب والدین میتونن از کلمه استفاده بکنن، از واژه های بسیار آسانتر استفاده بکنن، حرکات لب و زبان داشته باشه. خب اگر او متخصصش باشه خب یک سری آموزش ها رو برای اطرافیان و والدین قطعا در چند جلسه خواهد داد که از لحاظ عضله های دهان باید رسیدگی شوه، کلمات گفته شوه، یک سری الگوهای مشخصی براش تعریف شده که ای از این طریق میتونن به ای اطفال برسن و ای که روحی ای اطفال را بسیار پرورش بدن، احساس شادمانی را به اونا هدیه بکنن، حس حال خوبی به ایشون بده، چرا که از وجود اونها همین مادر که ای طفل داشت میگفت من هرچه خیر و برکت توی زندگی خود دارم از این طفل خود دارم، من در کنار ای حالم بسیار خوبه، چرا که پرستار لحظه به لحظه طفل خود هستم، او با ما از طریق چشم ارتباط برقرار میکنه، نگاه آرام او به سمت ما به ما آرامش میده. چقدر خانم حسین ارتباط خوبی هم این اطفال معمولا با مادرهای خودشان میگیرن، بله حتی با اطرافیان کاملا سپاسگزار هستن. آره سپاسگزار هستن چون درک میکنم. پس یه از لحاظ روحی رست و یک از لحاظ تغذیه، اطفال چون مشکل در بلعیدن دارن بسیار براشون سخت است، خب از غذاهای بسیار ملین بسیار آبکی باید استفاده شوه و یک از لحاظ بهداشت فردی اطفال بسیار باید دقت شوه، خصوصا اطفالی که همیشه روی ویلچر هستن و روی تخت هستن ممکنه به مرور زمان دچار زخم بستر شون، ممکنه در فصل گرم هوا یا در فصل سرد از لحاف و پتوهایی که پیشیده میشه خب میتونن ایرا والدین هر از بسیار تونتون من میگم تعویض داشته باشن، از لحاظ بهداشت فردی فوق‌العاده به ای اطفال برسن که این اطفال دچار زخم بستر نشون، خودشون باید پهلو به پهلو بکنن، هر از گاهی این طفل را بنشانن، هر از گاهی من میگم این طفل را ببرن در هوای آزاد که اکسیژن به جسم و روحی طفل برسه و یک مراقب و پرستار دلسوز که تمام این کارها را من میگم با عشق انجام بده، نه که خدای نکرده منتی باشه، نه ای که با بسیار تنفر و حال بد یا حالت زار که بسیار گاهی شاید ای چون که مسئله بسیار سخت است. سخت است خانم، بسیار سخت است. و یکی اگر مثل خانواده والدین اطفال دیگه داشته باشن بسیار سخت، بسیار سخت‌تر میشه و باز من میگم بازم ما حق میدیم، اما سعی بکنیم که رفتار انسانی خود داشته باشیم. او من میگم همیشه میگم یک نفس عمیق بکشیم و خدا را شکر بگویم که این توفیق داده تو پرستار یک انسان باشی. به هر حال ما همیشه باید جنبه خوبیش در نظر بگیریم، چرا که خودمان اذیت نشیم. خودمان او مسئله کمک رسانیمون من میگم زیر سوال نره که با آه و نفرین باشه بگه این چه قم زندگی است، این چی شد. او طفل چون احساس داره و درک داره و بسیار برش سخت میشه و ای که فیزیوتراپیست برای اطفال که متوسط و خفیف حتما باید کاردرمانی شوه ای اطفال که بتانه به مرور حداقل که از ویلچر استفاده میکنن بعدن بتانه خودشان قدم های کوچکتر حداقل بردارن و یعنی امیدی هست که امیدی هست که بله امیدی هست بررسی کنه فیزیوتراپی بررسی بشه و کاردرمانی بشه به مروری عضلات تقویت میشه. به هر حال عضلات تقویت شوه و ای که یک سری ماساژ هایی که در کاردرمانی برای اطفال انجام میشه بسیار مؤثر هست که این ماساژ ها رو من میگم والدین در خانه میتونن از پاها و عضلات این طفل استفاده بکنن که 24 ساعت هم من میگم یک ساعت خاصی را برای اطفال در نظر بگیرن و پاهای این اطفال رو ماساژ بدن، حتی میتونن از توپ های بسیار نرمی مخصوص که در باشگاه ها وجود داره برای اطفال خریداری بشه و اطفالی که رو به رشدن از یک سالگی به بعد یا حتی همون 6 ماهگی این طفل با شکم روی توپ بغلطانه و تکان بدن، چرا که عضلات دستش عضلات پا و شکمش در حال رشد و حرکت باشن. همزمان میتونن از وسایل بسیار نرم استفاده بکنه برای دست که این دست اطفال حرکت بکنه. من میگم قلم قاشق یک جسم پلاستیکی دهی
دست طفل بدیم که همزمان ای مجبور شوه که با ای دست بازی بکنه که عضلات حرکت بکنه. اگر ای عضلات کار گرفته نشوه همچنان و فلجی اضافه میشه و دیگه قادر به هیچ کاری نیست. عضلات خود از دست میده دیگه. ما بله. یک مورد رو دیدم خانم حسینی که بروی استخوانش دیگه گوش نمانده بود دیگه. بله. پوست و استخوان به تمام معنا که میگن انمو طفل بود. بعدی اطفال به مرور چون گفتیم توی بل مشکل داره، توی تغذیه مشکل داره، هر غذایی رو شاید نتونه حذف کنه، دچار کم آبی بدن میشه. حتما باید من میگم آب در دهنی اطفال داده شود، حتما مراقبت شود از این لحاظ که دچار کم آبی بدن نشود که او باز خشکی پوست در پی داره، باز ناراحتی های پوستی ممکنه برای اطفال پیش بیاد. همزمان من میگم از روغن های مخصوص مثل روغن زیتون، روغن زرد میتونن برای نرم کردن پوست اطفال استفاده بکنن، از لباس هایی که بسیار جنس نرم و لطیف تری داره برای اطفال استفاده بکنن. ممکنه اطفال گاهی دچار حساسیت های پوستی هم شوه و ای که از لحاظ مواد مغذی به این اطفال داده شوه بپرسن از دکترهای مخصوص تغذیه یا کسانی که تجربه دارن از این اطفال، خب بگن ما چه نوع ویتامین ها و غذاهایی برای طفل خود بدیم که من بگم قدرت و توان طفل ما هر روز که در حال سقوط و کم شدن هست تقویت شوه. نفر در اینترنت دیدم بسیار برام جالب بود، یک نفر با همین فلج مغزی که اگر ما به صورت عمومی نگاه میکنیم فکر میکنیم که مثلا این دیوانه است خدای نکرده یا هوشش گنگه است نمیفهمه و اینها، ولی یک رسام بسیار عالی بود. یعنی یه چیزی بود که مثلا شاید ما بعد از 10 سال رسامی هم نتونم چنین تصاویری رو بکشم و کاملا هنرمندانه میکشید. خانم حسینی در حدود یک دقیقه فکر میکنم فرصت داریم، اگر که شما یک جنبندی بفرمایید و اساسی ترین نکته که بخواید که برای والدین اطفال بگید چی میتونید؟ و این که آب درمانی رو هم توصیه کردن برای اطفال، چون که خود اطفال خوش دارن با آب بازی بکنن، سعی بکنن از آب ولرم برای بدن و نرمش اطفال استفاده کنن. ورزش حتما برای اطفال توصیه میشه و این که از جسمشون به قول شما رسامی کشیدن هم خودش یک نوع ورزشه که از دست ای استفاده میشه، همزمان فکری هم درگیر میشه، از این طریق ای طفل سرگرم بکنه و ای که یک تیم باید در خدمت ای اطفال باشه تا ای اطفال بتونه از یک کیفیت زندگی خوب و بهتری من میگم برخوردار باشه و ای اطفال قادرن که آموزش ببینن با همی وضعیت که روی ویلچر دارن، با همی وضعیتی که روی تخت هستن، روی آموزش فراگیری رو هم والدین میتونن من میگم شعر بخونن، تلاوت قرآن داشته باشن، گفتن حدیث داشته باشن و ای که ای طفل را مجبور بکنن گپ بزنن. هرچند که گپ زدن یه اطفال بسیار سخته، یعنی همزمان کلماتش بسیار کشداره، بسیار با سختی ادا میشه و به خاطر نوع آب دهانم که میزه بله. بزرگ سختی دیگه است. انشاءالله که والدین با حس و حال خوب، به هر حال شرایط خیلی سخت و خاصی بله، قطعاً. ولی من میگم باز هم سپاسگزار باشن که یک موجود نازنینی که گاهی من میگم لبخندش و همون نگاهش در سخت میتونه برای ما محبت و شادی را در درون ما انشاءالله بیاره. اگر یک آماری بوده فکر نمیکنم خانم حسینی متاسفانه وقت نداریم. بسیار تشکر از شما و همچنان از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. شماره تماس برنامه را هم فراموش نکنید، با ما در ارتباط شوید و همراهی کارشناس محترم. از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم